پاپ فرانچسکو رهبر کاتولیک های جهان در جریان سفر سه روزه خود به ترکیه روزی یک شنبه از مسجد سلطان احمد استانبول دیدار کرد امام مسجد سلطان احمد مشهور به مسجد آبی پاپ را در این دیدار همراهی کرد و سپس هر دو شخصیت مذهبی برای برقراری صلح در جهان دعا کردند سفر پاپ در حالی انجام می شود که داعش موجودیت اقلیت های دینی به ویژه شیعیان و مسیحیان را در عراق به خطر انداخته است. رهبر کاتولیک های جهان پیشتر گفته بود که گروه داعش در همسایگی ترکیه جنایت های حولناکی تنها به بهانه مذهب و نژاد مرتکب می شود. پاپ همچنین با تاکید بر اهمیت آزادی مذهب و بیان خواستار گفتگوی بین مذاهب شد و گفت که تنها از این طریق می توان به بنیادگرایی و تروریسم پایان داد. پاپ فرانچسکو در بخش دیگری از سفرش از موزه ایوسوفیه در استانبول دیدار کرد. هزاران نیروی امنیتی از جمله 800 پلیس مخفی تامین امنیت پاپ را بر دارند.